شهریار مشیری تنها یک ماه است که مسئولیت سازمان منطقه آزاد قشم را پذیرفته و میگوید مفاسد اقتصادی آنقدر در قشم زیاد است که از قبول مسئولیت پشیمان است از بخشش پول نقد از اموال عمومی گرفته تا به واگذاری رایگان زمین و ساختمان مفاسدی است که مشیری از آن پرده برداشته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به خبرگزاری ایرنا گفته است به همراه یک گروه کارشناسی مفاسد اقتصادی را کشف کرده مفاسدی که به گفته مشیری توسط مافیایی شامل مدیران سابق منطقه آزاد قشم ترتیب داده شده است آنطور که او میگوید بخش وسیعی از عراضی قشم با زد و بند و انعقاد قراردادهای ترکمنچای گونه به افراد ناشناس واگذار شده است فروش زمین ده هزار متری به مبلغ 6 میلیارد تومان در حالی که قیمت واقعی آن 60 میلیارد تومان بوده و بخشش ساختمان چهار طبقه همراه با 10 میلیارد تومان به یک مقام پیشین منطقه آزاد قشم از جمله مفاسدی است که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به آن اشاره کرده است. او همچنین از کشف چهار گونی چک وصول نشده خبر داده که متعلق به افرادی است که با گرفتن موافقت اصولی و برگ مبایع نامه تسهیلات کلان دریافت کردند و در مورد دیگری دریافت 50 میلیون دلار وام بانکی برای خرید 6 فروند کشتی و بعد این ادعا که کشتی ها به سرقت رفتند. قارت در قشم عنوانی است که روزنامه اعتماد چاپ تهران برای توصیف آنچه بر این جزیره رفته برگزیده است. قارت هدفی نبود که اوایل دهه پنجاه خورشیدی برای جزیره قشم در نظر گرفته شد. در عصر پهلوی قرار بود جزیره قشم منطقه توریستی و جزیره زمستانی برای جلب جهانگردان باشد. پوریا نواب صدای آمریکا واشنگتن